سلام به ماهتون خوش اومدید با یک ویدیوی دیگه با من توی این ویدیو قرار باشه ماسک مو برای موهای وز و خشک با هم دیگه صحبت کنیم اما قبل از اینکه که این ماسک مو با صحبت کنم و اگر که به مباحث پوست مو سلامتی علاقه دارین حتما چنل ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید لایک کنید و برامون کامنت بذارید همونطور که میدونید من قبلا یه ویدیو توی اوایل چنلمون براتون درست کردم واجب این که جنس موهامون رو چجوری بتونیم تشخیص بدیم و اگر که نمیدونید که دقیقا جنس موهاتون چی هستش لینکش اون بالا براتون قرار میدم حتما حتما اول اون ویدیو رو ببینید و بعد بیاد برای این ویدیو تو این ویدیو در اصل ما قراره که درمان کنیم موهای خشک یعنی اگر که شما فرض رو برمی میذاریم که شامپو و شامپو و شوینده هایی دارید استفاده میکنید که مختص موی خودتونم ولی خب همچنان موتون خشکه و نیاز به نرم کننده و ماسکمون داره و همینطور نیاز به ماسک های گیاهی خب تو این ویدیو هم تا که گفتم قراره که به یه ماسک فوق‌العاده براتون معرفی کنم اما قبلش تو سلام در مورد هندیای خود باتون صحبت کنم چون هندیا موهاشون خیلی معروفه تو کل دنیا و برای موهای خشک و وزی مو بالای فکر میکنم 100 تا راه حل که موها رو درمان کنن خشکیمون در است از جایی می شروع میشه که شما رطوبت موهاتون و چربی موهاتون کاملا از بین بره و وقتی که این اتفاق میفته حالا این اتفاق ممکنه که از بد و تولد اتفاق بیفته یا اینکه یک سری عوامل روش تاثیر گذاره مثل شامپوی نامناسب رژیم غذایی خیلی نامناسب و مشکلاتی از این قبیل استرس، ناراحتی، استواب، تغییرات هورمونی، مسائل ژنتیکی اینا همه دامن میزنه برای اینکه موهاتون وز و خشک بشه. اما خب همیشه برایش درمانی هست که شما بتونید درمان کنید و این مشکل رو حل کنید. بریم سراغ درمانش و یه خود واجبه درمان با هم دیگه صحبت کنیم. درمان اول ما با میوه آووکادو هستش آووکادو به عنوان یکی از غذاهای عالی و همینطور پر از ویتامین و پروتئین استفاده میشه و یک درمان فوق‌العاده برای موهاتونه به خاطر اینکه هم توش روغنهای گیاهی داره هم توش پروتئین داره که باعث نرمی مرتوب شدن مو و کاهش وز شدن مو میشه مواد لازم نصف یک آووکادو با چند قطعه روغن نعنا طرز تهیهش اول از همه بیاد آووکادوها رو له کنید بعد بهش چند قطعه روغن نعنا اضافه کنید بعد از اینکه موهاتون رو کاملا شامپو زدید آب اضافهش رو بگیرید و ماسک رو به مدت 10 الا 15 دقیقه بذارید روی موهاتون بمونه بعد از اینکه اتفاق افتاد در نهایت موهاتون رو بشویید و پس از اعمال این ماست شاهد صاف شدن فوقلاده موهاتون میشید بدون اینکه اصلا حتی چربی داشته باشه و خود نکرده مثلا موهاتون رو بخواد خواب کنه به غیر از بحث صافی به خاطر چربی ها و ویتامین های فوق العاده ای که داره باعث میشه که شما هم موهاتون مرتوب بمونه و هم به عنوان یک ماسک گیاهی و تعمیم کننده مو به حساب میاد همین که باعث میشه که کلا خشکی موهاتون در استفاده دراز مدت از بین بره خب اگر که نگران بوی آووکادو هستید اصلا نگران نباشید میتونید در کنار آووکادو دو قاشق غذاخوری زرده تخم مرغ یا ماس رو بهش اضافه کنید و بعد تمام مواد رو بزنید و به همون انوال انجام بدید من یه توضیح فقط راجع ماسکا بهتون بدم عزیزان اگر دوید از ماسک های گیاهی استفاده میکنید موقع احساس کردید که بوش داره میکنه بعد از اینکه موهاتون مجددا با شامپو شستید سعی کنید از یک نرم کننده یا یک ماسک موی که بوی خیلی تندی داره در دا اصل معطر هستش استفاده کنید معمولا ماسک موهایی که معطرن بوی تمام ماسکای گیاهی رو که دوست ندارید و کاملا میگیره ولی خب اینو باید بپذیریم که ما اگه قرار درمان گیاهی انجام بدیم پس تمام مواد اولیه‌مون یک سری بوهای مختص خودش رو داره و این کاملا هم طبیعیه یعنی شما نباید نسبت به این قضیه وسواس به خرج بدید ماسک بعدیمون ماسک موز و روغن زیتونه موز علاوه برای این که حالا برای سلامتتون خیلی مناسبه وقتی بهش یک عدد قاشق غذاخوری روغن زیتونم اضافه میکنید هم چربی لازم به موتون میده هم موز با خاطر ویتامین هایی که داره نقش ترمیم کننده برای از بین بردن خشکی و وزی موتون داره برای این کار اول از همه موزا رو له کنید بعد بهش روغن زیتون اضافه کنید و بعد تمام ترکیب رو روی موهاتون و پوست سرتون ماساژ بدید. بعد از هلوش سی دقیقه موهاتون رو با آب وله و شامپوی مناسب خودتون بشوید. ببینید موز کلا خاصیت آنتی اکسیدان ضد قارچ و ضد باکتری هم داره. اگر که پوست سرتون هم شوره میزنه یا پوست پوس, پوس میشه این ماسک معجزه میکنه چون خود ماسک موز باعث میشه که پوست سرتون تعمین بشه و فوق العاده است تاثیرش با دو بار استفاده کردن خودتون نتیجهشو رو میبینید ماسک بعدی ماسک روغن نارگیله روغن نارگیل به عنوان یک ماسک فوق العاده شناخته شده و اخواس روغن ناگیل اگه بخوام بهتون بگم مخصوصا اگه موهاتون خیلی نازک هستش یا خیلی خشک و هستش کاملا ساقه موهاتون رو ترمیم میکنه برای این کار کافیه که یه قاشق غذاخوری روغن ناگیل رو به ساقه موهاتون بزنید اگر روغنتون جامده کافیه که اونو قبل از اینکه بخواد به موهاتون بزنید تو ماکروویو قرارش بدید وقتی که مثلا هولوش 30 ثانیه گرم شد اگر موهاتون خیلی خشکش زیاده اجازه بدید که اونو واقعا ناگیل شب تا صبح روی موهاتون بمونه و موهاتون رو کاملا با یک کلاه بپوشونید یه راحل دیگه ای هم که میتونم برای اینکه تاثیرش رو خیلی بیشتر کنم بهتون معرفی کنم این هستش که دو قاشق غذاخوری روغن نارگیل و با دو قاشق غذاخوری روغن زیتون با همدیگه ترکیبش کنید بعد اونو به طور کامل روی موهاتون بزنید و سپس هم یه کلاه بپوشونید و بعد از 15 تا 30 دقیقه موهاتون رو با شامپو و آب ولم یا آب سرد بشویید. این کار بچه باعث میشه که خونوستانی تو کف سرتون مخصوصا خیلی بیشتر بشه و چربی و وطوبت لازم رو به موهاتون میده و درمان کننده فوقلادهیه. ماسک بعد اون ماسک کدو تنبل و اصله کدو تنبل به خاطر اینکه حاوی ویتامین آ سی بتا کاروتن پتاسیم و روی هستش باعث میشه که موهاتون ویتامین های لازمش رو بگیره اصل هم همونطور که میدونید خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ داره و کافیه که این مواد رو با همدیگه ترکیب کنید بعد از اینکه به موهاتون زدید بعد از 15 دقیقه بعد از 15 دقیقه موهاتون رو اه... با آب ولم یا آب سرد بشویید حتما ماسک بعدیمو ما ماسک آب و شکر هستش این ماسک خیلی ساده است و بیشتر خاصیت لایه بردابی برای پوست سرتون داره و مخصوصا اگر که پوست پوست میشه کف سرتون موهاتون خشک هستش درمان فوق‌العاده‌ای برای اینکه بتونید کاملا موهاتون رو درمان کنید و تمام پوستایی سرتون رو از بین ببرید برای این ماسک کافیه که یه فنجان آب و با مقداری قند یا شکر مخلوطش کنید بعد رو موهاتون بزنید همینطور میتونید اون رو به صورت اسپری استفاده کنید و بعد از چندین بار استف... استفاده ازش موجزه رو روی موهاتون ببینید ماسک موی بعدی ماسک موی آسپرین هستش قرص آسپرین حاوی اسید سالیسیلیک که باعث رفع وزیر مو و درخشندگی مو میشه کافیه که دو تعداد قرص آسپرین رو درمون شامپوی خودتون حل کنید و بعد موهاتون رو باهاش شستشو بدید این درمان رو سعی کنید بخاطر اگر که خشکی سرتون و خشکی موهاتون خیلی شدید هستش هفته ای دو بار استفاده کنید همچنین میتونید یک دو دوت قاشق غذاخوری جوش شیرین رو با یک عدد قرص آسپرین با هم دیگه ترکیبش کنید و بعد درون شامپوتون اضافه کنید فقط توجه داشته باشید که جوش شیوین تیرگی موها رو از بین میبره و اگر که موهای رنگ شده ای دارید موهاتون مشکی هستش یا مثلا به رنگ تیره هست و قصد ندارید که موتون روشن بشه سعی کنید از این قرص استفاده نکنید ولی اگر که موهاتون تیره هست و میخواید حتی موهاتون تیره بشه حتما از قرص آسپرین استفاده کنید چون تاثیر فوق ای رو موهاتون میذاره ماسک موی بعدی مو ماسک موی سرکه سیبه شستن مو با سرکه سیب باعث میشه که موهاتون هم برواق بشه هم خشکی موهاتون از بین بره کافیه که یه قاشق غذاخوری سرکه سیب و با نصف فنجان آب با هم دیگه مخلوطش کنید چند قطره روغن اسانس حالا این روغن میتونه ناگیل باشه روغن زیتون باشه آرگان باشه یا حالا هر روغنی که دم دستتون هست فقط نکته مهمش این هستش که روغنی که دارید استفاده میکنید روغن گیاهی باشه از مواد شیمیایی توش زیاد استفاده نشده باشه تا نتیجه فوق العاده ای بگیرید کافیه که اون رو بعد از اینکه ترکیب کردید روی موهاتون اعمال کنید و و بعد حتما موهاتون رو یه ست قبل از اینکه بذارید به خورد موهاتون به موهاتون رو شونه کنید بعد از پنج دقیقه که این کار انجام دادید موهاتون رو با شامپوی مناسب خودتون بشورید و از یک ماسکمو و یا نرم کننده برای تاثیر بیشترش بعدش میتونید استفاده کنید ماسک موی بعدی ما ماسک موی آلوورا است خب ترکیب آلوورا همونطور که میدونید هم برای پوست خیلی خوبه هم برای موهاتون باعث میشه که موهاتون رطوبت لازمش رو بگیره باعث از بین رفتن خشکی و وزی مو میشه و باعث هیدرات موندن مو کافیه که یک چهارم فنجان ژل آلوورا آب نصف یک عدد لیمو سه تا پنج قطره روغن آرگانو بعد از اینکه موهاتون رو کاملا شامپو زدید موهاتون رو تمیز شد و شامپوتون رو زدین تمام مواد رو با هم دیگه ترکیب کنید و بعد اون رو از روی پوست سرتون بزنید و شروع کنید به ماساژ دادن بعد از اینکه دو دقیقه کف سرتون رو ماساژ دادید سه تا پنج دقیقه هم موهاتون رو ماساژ بدید باهاش و سپس با آب ولرم یا آب سرد موهاتون رو بشوید این کار علاوه بر اینکه خشکی موهاتون رو از بین میبره و باعث میشه که موهاتون درمان بشه ویتامین های لازم برای موهاتون رو هم بهتون میده. ماسک بعدیمو ما ماسک کرکاکاوهه. کافی که نصف پیمان کب رو اول از همه داخل ماکروفر قرار بدید بذارید تا گرمش و آب بشه و بعد از اینکه یه مقدار خونک شد حتما موقع باشید یه موقع داغ روی موهاتون نزنید چون باعث سوختگی رو موهاتون و سوختگی کف سر موهاتون میشه بعد از اینکه خونک شد شروع کنید از ریشه تا انتهای مو به موهاتون بزنید اجازه بدید که کوی به مدت ده دقیقه روی موهاتون باقی بمونه و بعدش موهای خودتون رو بشوین و شامپو بزنید. ماسک بعدی اون ماسک زردی تخم مرغه. کافیه که دو عدد زرده تخم مرغ رو با هم دیگه خوب به هم بزنید. موهای خودتون رو داخل زرده تخم مرغ بزنید و اجازه بدید تا کاملا موهاتون به زرده تخم مرغ کاملا آغشته بشه. بعد از هولوش 20 دقیقه تا نیم ساعت موهاتون شروع به نرم شدن میشه این کاو بعد از 20 دقیقه یا نیم ساعت موهای خودتون رو کاملا بشویید و با آب ولم یا آب سرد و بعدش هم شامپوی مختص موی خودتون استفاده کنید و برای اینکه بوی زحم زرده تخم مرغ از بین بره بچه ها میتونید بهش نرم کننده اضافه کنید یعنی کاری که خود من انجام میدم من در میام زرده تخم مرغ یا سفیده تخم مرغ که بیشتر از همه من خودم چون موها مختلطه و برای موی چرب بهتره که سفیده تخم مرغ استفاده بشه برای موی خوش بهتره ای زرده ای تخم مرغ استفاده بشه من خودم یه زرده تخم مرغ اول جدا میکنم بهش شامپو میزنم و بعد بهش نرم کننده اضافه میکنم وقتی مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنم و روی سرم ماساژ میدم هم بوش نمیمونه همین که تاثیر خودش رو انجام میده اگر شما مثل من خیلی به بوی تخم حساس هستین بهتره که به روش من انجامش بدین تا تاثیرش هم بهتر باشه و یه موقع مشکلی نداشته باشید ماسک موی بعدیمون ماسک موی روغن زیتون و روغن آووکادو و روغن آفتاب سه قاشق غذاخوری روغن زیتون رو با روغن آووکادو و روغن آفتاب رو با همدیگه ترکیب کنید مواد داخل یه ظرف دربسته بذارید و اون رو در ظرف یه آب جوش قرار بدید به مدت دو دقیقه تا مواد هم گرم بشه و هم به خورد همدیگه بره سپس از آب جوش درش بیارید اون بسته یا اون ظرف در بستتون رو و بعد از اینکه یکم خنک شد موهای خودتون رو کاملا بهش آغشته کنید و یه دقیقه فرصت بدید تا واقعا کاملا به مو خورد موهاتون بره و بعد از استفاده مداوم متوجه میشید که چقدر موهاتون نرم شده و کافیه که بعدش موهای خودتون رو بشورید و شامپو بزنید ماسک بعدیمون ماسک زرده تخم مرغ آب لیمو اصل و روغن زیتونه یه عدد زرده تخم مرغ رو با یه قاشق غذاخوری آب لیمو و اصل و روغن زیتون با هم دیگه ترکیب کنید این ترکیب رو روی سر خودتون بزنید و در نهایت هم بعد از گذشته 15 تا 20 دقیقه موهای خودتون رو با آب ولم یا آب سرد بشویید و بعد مطابق قبل موهاتون رو با شامپو و نرم کننده شستشو بدید ماسک بعدی ماسک روغن آرگان هستش به نظر من بعد از روغن زیتون و روغن نارگیل بهترین ماسک مو ماسک مو روغن آرگانه بچه ها روغن آرگان هم میتونید قبل از حمام استفاده کنید هم بعد از حمام حالا یک سری از برندهای های مختلفی هستن که برای بعد از حمام واقعا آرگان رو تهیه و درست کردن یه سری ها برای قبل از حمام درست کردن معمولا موادی که داخلشون استفاده میکنم مواد شیمی که داخلشون استفاده میکنم متفاوته اما اگر که موهاتون خشک هستش پیشنهاد میکنم قبل از اینکه حمام بخواید انجام بدید هلوش یک ساعت قبل کل موهات رو با واقعا آرگان کاملا با هم دیگه پوشش بدین و ترکیب کنید بعد از اینکه این کار که این که انجام دادید یه کلاه بذارید و بذارید یه ساعت موهاتون بمونه این کار هم آبرسانی میکنه موهاتون رو هم خشکی و به زیر موهاتون رو از بین میبره اما خب خیلی از عزیزان هستن که دوست ندارن که قبل از حمام این کارو بکنن برای بعد از حمام کاری که میتونید انجام بدید خیلی ساده است کافیه که از حمام که بیرون اومدین کف دستتون رو روغن آرگان بویزید فقط حتما موضوع باشید که مقدار استفاده از روغن آرگانتون کم باشه چون اگه زیاد استفاده کنید چرب نشون میده موهاتون رو و خودتون مجبور میشید مجددا برید دوباره دوش بگیرید و حمام کنید خب بعد روغن و آگان و بعد از همام کافی که کف دستتون بویزید، کل موهاتون رو باهاش ماساژ بدید بذارید یه ده دقیقه یا 20 دقیقه بمونه و این کار باعث میشه که موهاتون ترمیم بشه فقط نکته ای که در مورد روغن آگان بهتون میگم دوستان روغن آگان اگر که بعد از حمام و قبل از سشوار کشیدن بخواید استفاده کنید باعث میشه که موهاتون بسوزه چون روغن آرگان مثل خیلی از روغنهای دیگه وقتی که درجه گرما بیش از حد بالا باشه براش بیشتر از این که نتیجه مثبت داشته باشه نتیجه منفی داره و سشوار بیشتر موهاتون رو میسوزونه به خاطر همین خیلی خیلی مهم هستش که اگر قرار از روغن آرگان استفاده کنید بذارید بعد از همه موقعی که موتون سشوا کشیدید روغن آرگان استفاده کنید یه نکته ای هستش که من نه تنها برای آرگان حتی برای بقیه روغن های گیاهی هم همینو پیشنهاد میدم ماسک موی بعدی ماسک موی آریشن هستش که برای این ماسک مو کافیه که سه قاشق مربا آویشن رو تو 50 میلی آب به مدت 10 دقیقه کاملا بذارید بجوشه. بعد از اینکه خنک شد یک عدد زرده تخم مرغ با نصف قاشق مرباخوری روغن زیتون بهش اضافه کنید. این ماسک رو روی موهاتون بزنید. مخصوصا مویی که حالا از تازه از حمام اومدید و دوش گرفتید. موی ترجیحاً تمیز باشه بهتره. و موهاتون هم نمناک باشه یا حالا خیس باشه این ماسک رو بزنید و بذارید ده دقیقه با موهای خیستون بمونه و بعدش مجددا با آب ولم یا آب سرد موهاتون رو بشویید ماسک موی بعدی و ماسک موی سیر روغن کرچک برای رفع خشکی موه هشت قاشق مرباخوری روغن کرچک رو با هشت حبه سیب کاملا لهش کنید بذارید به مدت چند روز اول بمونه روش دو سه روز بذارید توی یخچال با هم دیگه بمونه بعد از اینکه این کار انجام دادین مواد رو در بیارید از یخچال و بهش میتونید یه مقدار آب جوش یا آب ولرم اضافه کنید و بعد از یک صافی عبورش بدید موهای سرتون رو با این مواد به همراه آب آب ولم یا همون آب جوشی که همایش ترکیب کردیم ماساژ بدین و بعد در نهایت با یک کلاه پلاستیکی مخصوص رنگ موهاتون رو کاملا بپوشونید یه ساعت بذارید این روغن رو موه پوست سرتون بمونه و سپس با آب ولم بشویید اگر که پوست پوسته میشه سرتون شوره دارید قارچ میزنید ام... ریزش موی سکه دارید مخصوصا حالا آقایون بیشتر این اتفاق میفته سیم خاصیت درمان کنندگی خیلی قوی داره حتما از این ماسک استفاده کنید ماسک بردیمون ماسک سس مایونز بچه سس مایونز چه درصد چربی خیلی بالایی داره با. حتی من سس مایونز رو برای پوستای خشک هم توی ویدیوی دیگه بهتون پیشنهاد داده بودم مایونز م... کلا وقتی که به موی خشکتون میزنید 15 تا 20 دقیقه وقتی به موهاتون بمونه چربی لازم رو به موهاتون میده و اصلا یک درمان کننده فوق العاده قوی هستش نه تنها برای یک مدت کوتاه بلکه تو استفاده دراز مدت 6 ماه تا یک سال موهاتون رو کلا از حالت خشک خارج میکنه و نرمش میکنه برای این ماسک کافیه که چهار قاشق غذاخوری سس مایونز رو با یک قاشق غذاخوری اصل با همدیگه ترکیب کنید و بعد روی موهای خودتون بمالید سپس موهاتون رو شونه بزنید تا ماسک به تمام قسمت موهاتون برسه بذارید به مدت پنج بمونه و در نهایت با آب ولم بشوین. ماسک بعدی ما ماسک شی و اصل. شی و اصل خب علاوه بر اینکه که برای پوست خشک استفاده میشه برای موهایی که خشک هم هستش با یک بار استفاده از این ماسک شما نتیجه و خیلی سریع میبینید. یعنی هر یک یا دو هفته اگر ازش استفاده کنید یا یک یا دو قاشق غذاخوری اصل و توی نصف فنجون شیب پرچپ با همدیگه مخلوطش کنید واقعا نتیجه فوقلاده ای میگیرید کافیه که بذارید یه ساعت همون موهاتون بمونه و در نهایت موهاتون رو بشویید ماسک بعدیمون هم ماسک جعفری روغن زیتون هستش که جعفری خوش شده دو قاشق سوپ خویید روغن زیتون سه قاشق چای خوبی. اول از همه جعفری رو خود کنید و بعد بهش روغن زیتون اضافه کنید مواد رو با هم نید. خوب ترکیب کنید تا مواد کاملا به خورد هم دیگه ببن. بعد شروع کنید از ریشه موهاتون به پایین موهاتون و ساقه موهاتون مواد رو بزنید و بذارید مجددا یه ساعت روی موهاتون بمونه بهتره که سر خودتون رو هم مثل حالا ماسکای دیگه با یه کلاه رنگ ترجیح هم بپوشونید تا تاثیر بیشتری داشته باشه ماسک دوست داشتنی بعدیمون که من خیلی عاشقشم ماسک توت فرنگی توت فرنگی گرمش با یک زرده تخم مرغ دو قاشق روغن زیتون یه ترکیب و خیلی خفنی میده که هم برای موهاتون خیلی خوبه هم برای پوست صورتتون البته اگه پوست صورتتون هم مثل موهاتون خشکه کافیه که توت فرنگی رو اول از همه له کنید و با مواد کاملا مخلوطش کنید بعد به موهاتون بمالید بعد از گذشت 20 تا 30 دقیقه شروع کنید موهاتون رو بشویید همین موضوع باعث میشه که آبرسانی به موهاتون خیلی اتفاق بیفته واقعا هم چربی لازم به موهاتون رو میده ما ماسک موی بعدی مو ماسک روغن کرتکه روغن کرتک چربی خیلی بالایی داره به خاطر اینکه گلیسیمینش خیلی زیاده یه قاشق غذاخوری روغن کرتک رو با یک عدد زرده تخم مرغ نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون با هم دیگه مخلوط کنید سپس تمام مواد رو مجددا از ریشه به ساقه ها و نوک موهاتون بزنید بعد از 15 دقیقه موهاتون رو بشوید ببینید اگه قرار روغن رو به تنهایی استفاده کنید نیاز نیست حالا لزوما شب تا صبح موهاتون بمونه چون خیلی وقتا وقتی که تو دواز مدت شما این کار انجام میدین باعث میشه که کف سرتون جوش بزنه خب پس بهتر این هستش که واقعا که مثل واقعا کرچک ها یا حالا هر واقعا دیگه رو بذارید 15 دقیقه بمونه و و در نهایت هم موهاتون رو بشویید ماسک بعدی ماسک گلابیه یه عدد گلابی رو توی ظرف آب گرم بذارید بمونه یه مقدار صبر کنید تا کاملا نرم بشه چرا که خود گلابی آب جوش و آبی که حالا کلا توی موقعی که تو آب قرار میگیره آب رو به سمت خودش جذب میکنه حالا کاری که میکنید خیلی ساده است دانه های گلابی رو از خود گلابی اول جدا میکنید و بعد گلابی رو شروع میکنید به پوره کردن یه قاشق چای خوری ژلاتین ساده رو به موادتون اضافه میکنید بعد اون رو به صورت ماسک روی موهاتون میذارید میمونه و این ماسک روی موهایی که حالا ترجیحا تازه شستین و تمیز هستش بذارید حالا شروع کنید با نوک انگشتان این مخلوط رو به تمام موهاتون بزنید و ماساژ بدید بعد از گذشت یک فوق ببینید اینجا من دارم میگم یه روب نه نیم ساعت نه یه ساعت یه دقیقا موهاتون رو شامپو کنید و بعدش هم باز یک نرم کننده استفاده کنید ماسک گلابی علاوه بر این که خشکی موهاتون رو هم بین میبره موهاتون رو حجیم میکنه و پرتر میکنه چند تا توصیه آخر هم بهتون بگم و ویدیو امروزمون هم به پایان میرسه اول از همه از شستن روزانه موهای خشکتون خواهش خودداری کنید خیلی عادت دارن هر روز دوش بگیرن و هم پوستشون خیلی خشک میشه هم موهاشون خشک میشه اول از همه ترجیحا همون هر دو روز یک بار دوش بگیرید یا اگر قرار هم هر روز دوش بگیرید یادتون باشه که برای پوست مو... پوست بدنتون و صورتتون و موهاتون از روغن های گیاهی استفاده کنید تا خدای نکرده یه موقع موهاتون و صورتتون خشک نشه سعی کنید تا جایی که ممکنه سشوار و اتومو انجام ندید چون مخصوصا برای موهای خشک باعث وز شدن مو میشه شاید حالا یه بار دوبار استفاده کنید در هفته جو جایی برنخوره ولی اگر که هر روز دارید دوش میگیرید و موهاتون رو سشوا میکنید دست دارید آب موهاتون رو از بین میبرید و خود این باعث میشه که موهاتون هم بسوزه همیشه موهاتون رو بعد از شست شو, شو با یه حوله خیلی نرم خشک کنید و هم بذارید که موهاتون توی هوای آزاد خشک بشه ببینید یه سری هلا هستن پوز مانندن و خیلی نرم هست یعنی شما وقتی دست میزنید بهشون حس نرمی میکنه یه سری این هم خوب کلا زمختن و این حولا ها اصلا به درد پوست صورت یا حتی به درد موهاتون هم چون باعث میشه که موهاتون به دو قسمت تبدیل بشه یعنی دو تیکه میشه موهاتون بعد اینکه سعی کنید یکی از این ماسک موهایی که من بهتون گفتم و حداقل دو یا سه بار استفاده کنید در طول یک هفته تا نتیجه و تغییر فوق رو ببینید اگر که دیدید که نسبت به این ماسک نتیجه نگرفتید میتونید یه ماسک دیگر رو تست کنید چون ممکنه که بعضی از ماسک ها به موهاتون سازگاری نداشته باشه میتونید برای اینکه متوجه بشید که به موهاتون سازگاری داره یا نه مقداری از اون ماسک مو رو به پایین ساقه های موهاتون بزنید و کاملا تستش کنید اگر دیدید که نتیجه خوبی میده موهاتون رو درمان میکنه نم میکنه بعد اون موقع میتونید از ماسک موها و کل موهاتون استفاده کنید نکته بعدی علاوه بر استفاده از ماسک خونگی رژیم غذایی سالم هم خیلی مهمه یعنی شما اگر تو مصرف روزانهتون سبزیجات میوه های تازه سیفیجات استفاده نکنید خود این موضوع باعث میشه که موهاتون خوش بشه و ترجیحاً سعی کنید تا جایی که ممکنه از خوردن تمام فسفود و مواد چرب دوری کنید مثل همیشه روزی هشت لیوان آب هم فراموش نشه مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید اگر که از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید همون کامنت بذارید کامنت شما به ما انرژی میده که بیشتر براتون ویدیو بگیریم و اگر که از سبک ویدیو همون هم خوشتون میاد حتما ما رو در چنل یوتیوبمون سابسکرایب کنید روز خوبی داشته باشید بهترین ها براتون آرزو میکنم